تاریخ 66 هست، اما نامه در سال 68 منتشر میشه. به استناد وصیت خود امام که مدارکی که قبل از فوتیشون منتشر میشه بایستی هم به خطشون باشه و هم امضایشون. بعدها بعد از بررسی هایی که انجام شد و آیت الله موسوی تبریزی هم شهادت دادن، نامه به خط احمد آقا خمینی میشه. بنابراین نظر حقوقی فاقد ارزشه، اما سلمنا این هم خط ایشونه و هم امضایشون. من به لحاظ اخلاقی نمیخوام این کلمات رو تکرار بکنم چون منتشر شده، خود شما میدانید که به بازرگان و دوستان ایشون که در مدیریت انقلاب خالصانه این چنین خدمت کردن و در حال به نوعی تمام سوابق مرز بازرگان و یاران ایشون رو زیر سوال برن که نباید در حال مسئولیت داشته باشن، نباید به رسمیت شناخته باشن، چون مثلا اینها تمایل به آمریکا دارن و صفات دیگه که در حال مطرح کردن. من گاهی به بعضی کسانی که خیلی علاقمند هستن خصوصی عرض میکنم کردم بهشون، تا حالا این مقداری بازتر مطرح میکنم که به لحاظ تاریخی آیا این نامه ارزشی برای آیت الله خمینی است که این نامه رو منتسب بهشون بکنیم؟ آیا برای نظام جمهوری اسلامی اولین دولت موقت که دولت امام زمان در حال نام گرفت و مردم اینچنین استقبال کردن در راهپیمایی و اون سوابق و خدمات چند دهه، آیا این نامه کردیت هست، ارزش هست به لحاظ تاریخی؟ فکر نمی کنم کسی چنین برداشتی داشته باشه. حالا عرض بکنم چراهاشو بعد میخوام عرض بکنم. بنابراین این چالش هاییست که در حال من فقط به عنوان نمونه عرض کردم. یه چالش بعدی هم اشاره بکنم.